یه تنبک خوب دقیقاً باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ امروز قراره با هم کل ویژگی‌های یک تنبک خوب رو بررسی کنیم. پس حتماً تا انتهای ویدیو رو ببینید. سلام، من محمد حسین یعقوبی‌ام و امروز قراره براتون ویژگی‌های یک تنبک خوب رو بررسی کنم. لطفاً خواهشاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید ما برای شما ارسال بشه. اگر هم لایک کنید و همین الان یک کامنت انگلیسی بذارید، الگوریتم یوتیوب ما رو هول میده به سمت بالا و اجازه میده که خانواده آکادمی موسیقی میم هر چه زودتر و زودتر بزرگتر بشه. پس حتماً در ادامه همراه ما باشید. اول بریم ببینیم که تنبک در ساختارش از چیا تشکیل شده. تنبک تو ساختارش از پوست و چوب تشکیل شده. هیچ چیز دیگه ای توی ساختار تنبک دخیل نیستش. اما میرسیم به این که ببینیم اجزای تنبک چیه. به این قسمت میگن دهانه بزرگ، به این قسمت میگن تنه تنبک، به این قسمت میگن نفیر تنبک، دقیقا جایی که شما میذارین روی پاتون، و به این قسمت پایینیش هم میگن دهانه کوچک. به همین سادگی. انواع تنبک شامل تنبک های یک تیکه، دقیقا مثل همین تنبکی که میبینید. یعنی چی یک تیکه؟ یعنی اینکه دقیقا از یک کنده درخت تشکیل شده. حالا این یه تیکه چه ویژگی هایی داره؟ ببینید، توی چوب یه چگالی ما داریم. زمانی که تنبک یه تیکه باشه و یه کنده تشکیل شده باشه، چگالی سر تا سر این تنبک یکسان هستش. اما یه سری تنبک های دیگه هم داریم، تنبک های چند تیکه هست. مثلا میگم از این وسط قسمت تنش دو تیکه است، این قسمت پایینش یه تیکه است. یا مثلا میگم یه سری تنبک ها هستن تنبک های دو تیکه هن. این قسمت تنه با قسمت نفیر از دو تا چوب تشکیل شده. یعنی دقیقا این خط اتصال نفیر و تنه تنبک یه چوب دیگه است. این قسمت یه چوب دیگه است، این قسمت یه چوب دیگه است. حالا شما باید اولویتتون رو بذارین اول روی تنبک های یه تیکه، چون علتش هم بهتون عرض کردم چگالی چوب یکسانه و مقاومت اون تنبک اصولا بیشتره، چون به هر حال این قسمت اتصال شده دیگه، یعنی به وسیله چسب یا پرس به این قسمت بالایی اتصال پیدا کرده و طبیعتا از مقاومتش کم میکنه. یه سری دیگه تنبک هم داریم، اصطلاحا بهشون میگن تنبک ترکه‌ای. حالا این تنبک های ترکه‌ای اصلا داستانش چیه، چجوری ساخته میشه؟ تنبک های ترکه‌ای از بلوک های چوب های کوچیک کوچیک به هم یه کنده بزرگ رو تشکیل میده. یعنی شما حساب اینجوری پیش خودتون حساب کنی، مثل آجر کنار هم چیده شده، پرس شده و بعد تراش خورده تا فرم تنبک بگیره. طبیعتاً اون تنبک ها مقاومتشون بسیار پایینه و طبیعتاً اون تنبک ها بعد از تعویض یک مثلا یک دوره پوست امکان داره از هم متلاشی شه و یه امر کاملاً طبیعیه. اصلاً سمت تنبک های ترکه‌ای به نظر من نرین. اگر بودجه‌شو دارین که بیشتر هزینه کنین، برین سمت همون تنبک های چند تیکه یا دیگه بهترینشون تنبک های یه تیکه. یه سری دیگه هم تنبک ها هستن، اصطلاحا بهش میگن تنبک های فایبر گلاس. اینا به جای چوب از فایبر گلاس استفاده شده. این تنبک ها نه صدای خوبی داره نه ویژگی های اصولی یک ساز رو داره. یعنی شما مثلا زمانی که پلنگ میزنین روی ساز، صدایی که بهتون میده خیلی صدای خام و صدای زشتیه، چون به هر حال این قسمت توغش چوب نیست که اون صدایی که باید و شاید رو به شما بده. اولویت خریدتون برای یک تنبک خوب، اول تنبک یک تیکه، بعدش تنبک چند تیکه، بعدش تنبک ترکه‌ای و بعدش تنبک فایبر گلاس باشه. مبحث دومی که میخوام راجع بهش صحبت کنم جنس این چوباست. حالا
راجب جنس این چوبا بیشتر میره تو مبحث تنبکای مثلا چند تیکه و تنبکای یه تیکه، چون توی تنبکای ترکه‌ای چون از بلوکای کوچیک کوچیک کنار هم استفاده شده، شما نمیتونین توقع داشته باشین که تمام اون بلوکا مثلا یه جنس چوب داشته باشه و اصلا فایده ای نداره. تنبکای فایبرگلاس هم که خب تکلیفشون مشخص، اصلا چوب توشون استفاده نشده. پس این قسمت راجب تنبکایی هستش که یک تیکه یا چند تیکه هستن. بهترین چوب ها توی حالا ساختار تنبک، چوب توت، چوب نارون، چوب زبان گنجشک و چوب گردوه. یه سری چوبای دیگه هم که حالا من اسمشون رو میذارم چوبای متفرقه استفاده میشه، مثل چوب مثلا درخت تبریزی، مثل چوب بید، مثل چوب آزاد. این چوبا دیگه توی صنعت چوب کاج هم من دیدم مخصوصا واسه تنبکای کودک استفاده میشه. این چوبا چوب مرغوبی واسه ساختار تنبک نیستش، یعنی شما اولویتتون رو بذارین روی چوب توت و گردو و زبان گنجشک و نارونت. حالا توی این چهارتا چوبی که من گفتم اولویتتون رو بذارین، چوب درخت گردو و چوب درخت توت چون میوه میده طبیعتاً کشتش بیشتره و چون زیادترم کشت میشه قیمتش ارزونتره نسبت به درختای مثلا زبان گنجشک و درخت نارون. کلا خانواده درختای ون چون میوه نمیدن چوباشون کمیابتره، کمتر کشت میشه. اما بحث مبلغی فقط به این عوامل بر نمیگرده، یعنی شما امکان داره یه چوب نارون داشته باشی ولی اون چوبه یه سری ایرادات داشته باشه که حتی از چوب توت و گردو هم ارزون تر باشه. بیشتر فاکتورهای سلامت چوبه که قیمت اون ساز رو مشخص میکنه. در حالت کلی بین این مثلا چهار تا چوبی که من براتون مثال زدم، این دیگه سلیقه‌ایه. یه استادی هستش میگه من تنبکای نارون دوست دارم، یه استادی هستش میگه من تنبکای گردو دوست دارم، یه استادی هستش که میگه من تنبکای توت دوست دارم. این دیگه من واردش نمیشم و میسپرم به خودتون و استادتون که تصمیم بگیرین چه چوبی استفاده بشه بهتره. در نمونه مثال هم همین تنبکی که الان اینجا هستش، این چوب درخت گردو هستش و اصطلاحا هم بهش میگن گردو ابلق. چرا؟ چون دقیقاً دو رنگه، یه رنگ تیره داره، این ورش یه رنگ روشن داره. اینم مثلا یه نژاد چوبه. حالا اگر علاقه من بودین حتما زیر کامنت ها بنویسین که اصلا ما یه پروسه ای رو شروع کنیم واسه یه شناخت چوب های مختلف، حالا چه تو صنعت سازسازی به کار بره چه تو صنایع دیگه. اینو حتما بنویسین داخل کامنت ها. اگر دیدم علاقتون زیاد بود به اون بخش، حتما یه سری ویدیو هم براتون درست میکنیم. مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم جنس این پوستیه که تو تنبک به کار رفته. اصولا از پوست گوساله، پوست شتر و پوست بز استفاده میشه. من خودم به شخصه پوست گوساله و پوست شتر رو بیشتر ترجیح میدم. بمخونتن هم هست، با سلیقه من بیشتر سازگاره. حالا اینکه کیفیت پوست چجوری باشه، اینم باز برمیگرده به یه سری عوامل مختلف، مثلا واسه شکم و پهلو باشه، واسه جای دیگه باشه. این نکات هم باز اگر دوست داشتین راجع به پوست شناسی و صنعت سازسازی ما حتما یه ویدیو درست میکنم، حتما به اون بگین. اما راجع به این که چه پوستی استفاده بشه، باز اینم بستگی داره که استادتون یا مدرستون دقیقاً چی دوست داشته باشه و اینکه من اینو میسپرم سلیقه‌ای به سلیقه شما که تهیه کنید. میریم سراغ مبحث بعدی. حالا میخوام برم سراغ ایراداتی که امکان داره یک تنبک عرض به خدمتتون که متوجه اونها بشه و اینکه چه ایراداتی رو باید حواسمون بیشتر بهش باشه. ببینید توی بحث صنعت سازسازی یه مقوله‌ای داریم به نام گره. حالا گره چیه؟ به جایی که شاخه درخت به تنه درخت متصل میشه میگن گره. یعنی اگر اون شاخه رو شما قطع کنید روی تنه درخت یه گره به وجود میاد، به همین سادگی. و اگر چوبی شما استفاده کنید که این گره هاش کمتر باشه چون امکان پوکی داره، یا اگر هم گره داشته باشه حتما مطمئن بشین که از تو بتونه کاری شده باشه بهتره. یه مبحث دیگه هستش به نام ترک. خیلی ها توی مبحث حالا ترک و این چیزا آبخور رو با ترک اشتباه میگیرن. ببینید
ترک یه زائده است روی چوب، یعنی اینکه اگر اینجا یه چوب یه برش بخوره به این میگن ترک. اما آبخور چیه؟ قسمت نفیر امکان داره یه سری ترک‌های خیلی ریز داشته باشه، اونا میشه آبخور. آبخور دقیقاً اون وسط درخته که آبو بتونه بکشونه بالا، و این یه چیز طبیعیه که مثلا تو بعضی از درخت ها که آبخوراشون بزرگتره این قسمت نفیر یه سری ترکای ریز داشته باشه. این ایراد محسوب نمیشه، این خاصیت اون مدل چوبه. حالا این ترکا اگر کجاها باشه امکان آسیب پذیری هستش، مثلا میگم روی دهانه کوچیک باشه، در اثر یه ضربه کوچیک امکان داره که این ترکه گسترش پیدا کنه و تا بالا بیاد، یا مثلا میگم دقیقاً این قسمت باشه که شما موقع پوست عوض کردن امکان داره ساز بترکه، چون یه فشاری رو داره تحمل میکنه دهانه بزرگ به خاطر این حالا کشش پوسته. خیلی مراقب باشین. البته یه سری راه ها هم هستش، مثلا از پشت بتونه میکنن ترک رو میگیرن، یا حالا من نمیدونم الان استفاده میشه یا نه، منگنه میزدن روی اون قسمت ترک. این چیزا هستش، ولی شما سعی کنید از چوبی استفاده کنید که این چیزا رو نداشته باشه، یعنی این ترک ها رو نداشته باشه، هرچند کوچیک ها، چون بعدها امکان داره به مرور زمان این ترکه باز بشه. یه آسیب دیگه ای که امکان داره شما متوجهش بشین چیه؟ این که یه رنگ تیره پوششی بزنن که شما طرح این چوب هایی که حالا روی این ساز هست و اصلا نبینی. قطعا سازه انقدر بتونه کاری داشته یه رنگ تیره بهش زدن که شما اصلا عیب و ایراداشو نبینین، متوجه نشی که کجاها ایراد داره، متوجه نشی که کجاهای چوبش میخواستن حالا با بتونه کاری از جلوی چشم شما پنهونش کنن. سعی کنین اصولا تنبکی رو انتخاب کنین که تمام طرح و نقشاش تو سر تا سر ساز رو بتونین ببینین. رنگای روشن انتخاب کنین، چون توی رنگای تیره راحت تر میشه عیب و ایرادات چوب رو گرفتش. یه ایراد دیگه ای هم که امکان داره توی حالا سازهای تنبک یا هر ساز دیگه ای اتفاق بیفته اینه که چوب هنوز کامل خشک نشده باشه، وردارن روش پوست بکشن. این چه اتفاقی میفته؟ شما موقع خرید متوجهش نمیشین، چند ماه که باهاش میزنید یهو میبینید این دهانه سازتون حالت بیزی به خودش گرفته، یعنی دیگه حالت گرد رو نداره. حالا اینو از کجا بفهمیم چوب خشکه یا تره؟ اینا یه سری تجربیاته که اون تجربیاتش رو شاید حالا بعدا من در قالب یه ویدیو در اختیارتون بذارم. اما یه سری وسیله‌ای هم هست که اینجوری میچسبونن، یه آرم دیجیتال داره بهتون میگه درصد رطوبت این چوب چقدره. ولی از همه مهمتر اینه که آقا از جایی تنبک رو خریداری کنید که قابل اطمینان باشه، یعنی بهتون ضمانت بدن که ساز طوریش نشه. یه مطلب دیگه ای هم هستش، این داخل دهانه بزرگ، همین لبش، توقش، این اگر درست تراش نخورده باشه شما زمانی که میخواییم پلنگ بزنین صدای خام بهتون میده. اینو البته نمیتونین شما، یعنی فقط از طریق صداگیریه که متوجه این ایراد میشین، قطعا نمیتونید شما اینو متوجه بشین زمانی که پوست و روش کشیدن. بریم سراغ مبحث بعد و مبحث پایانی. حالا میخوام یه سری نکات بهتون بگم برای مراقبت از ساز تنبکتون. حتما نه تنبک، هر ساز دیگه ای که دارین حواستون باشه بعد از نوازندگیتون زمانی که نمیخواین ازش استفاده کنین داخل کاور نگهداریش کنین، در معرض رطوبت نذارین بمونه. مثلا اگه خونتون کولر آبی داره این تنبک اگر تو فضای باز باشه قطعا آسیب میبینه. مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که حتما دستاتون تمیز باشه موقع نوازندگی، چون پوستی که هستش هر رطوبت، هر گونه چربی رو در جا به خودش جذب میکنه، و خیلی مراقب باشین با دست کامل خیس نوازندگی نکنین، چون پوست یه خاصیتی داره، زمانی که خیس میشه حالت نرم به خودش پیدا میکنه، زمانی که خشک میشه سفت میشه. اگر با دست خیس نوازندگی کنین امکان داره پوستتون آسیب ببینه. مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم حتما سعی کنین ناخوناتون گرفته باشه موقعی که میخواین نوازندگی کنین، چون به هر حال پوست آسیب پذیره، و اگر ناخون کاشته باشه، ناخونتون بلند باشه، قطعا پوست تنبکتون آسیب میبینه.
یه مطلب دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم، یه محافظی هستش که روی دهانه کوچک ساز قرار میگیره. موقع بلند و کوتاه کردن ساز، موقعی که میخواین جابجاش کنین، این ساز دیگه این پایینش آسیب نمیبینه، خشخش نمیفته. و نکته آخری هم که میخوام بهتون بگم، اگر انگشتر دستتونه یا هر جسم دیگه ای، خیلی حواستون باشه. به هر حال حیفه دیگه، یه هزینه ای کردین، یه سازی تهیه کردین، روی تنه سازتون خط نیفته، چون به هر حال چوبه و آسیب پذیره. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. هر سوالی داشتین داخل کامنت ها بپرسین، من قطعا جوابشون رو بهتون میگم. و بگین که به ما ساز بعدی که قرار براتون راجبش محتوا تولید کنیم چه سازی باشه. ممنونتون میشم اگه کانالمون رو سابسکرایب کنین، زنگوله به کنارش هم بزنید که محتوای بعدیمون به اطلاعتون برسه. خیلی دوستتون دارم. دمتون گرم.